با یه چوب همه رو نزنیم، بیاین امتحان کنیم، یعنی بیاین تمرین کنیم، کلیگویی نکنیم، و الا جهنم برامون حتمی است. در دادگاه الهی نمیتونیم دفاع کنیم از اینجور حرف زدن ها. همه مسلمان ها، همه یهودی ها، همه مسیحی ها فلانن، همه بازاری ها، همه مسئولین، همه مدداها، همه آخوندا، همه هیئتی ها. ببخشید، این چه جور حرف زدن؟ هیچ جنگلی بی گرگ نیست، هیچ باغچه‌ای پر علف نیست، هر باغچه‌ای گل دارد، علف هر زم دارد. چرا بعضی ها مثل مگسن رو زخم میشینن، رو زباله میشینن، رو آشغال میشینن؟ خب زنبور باش رو گل بشین، خوباشونو ببین. در بین همین یهودی ها خیر بوده، هست، خواهد بود. در بین مسیحی ها خیر بوده، هست، خواهد بود. در بین کافرا که اصلا هیچ چی قبول نداره، اما اخلاقو که قبول داره، قانونو که قبول داره، علمو که قبول داره. بعضیا واقعا معتقد به هیچی نیستن، اما معتقد به انسانیتن، معتقد به ادبن، معتقد به اخلاقن، رعایت میکنن. خب شما خوبیا رو ببین. من یه نکته خدمتون عرض بکنم در مورد اربابمون که این چند شب نتونستم بگم، الان یادم افتاد بگم. تنها امامی که اسم او مسقر است حسینه. حسین مسقر حسن است. حالا چرا؟ اسامی بقیه ائمه مسقر نیست، فقط امام حسینه. به علت اینه که خدا میخواد به برکت ابی عبدالله هر کسی ولو یک کوچولو، ولو یه حسنی، ولو یه نقطه مثبتی تو وجودش هست، از همین نقطه مثبت هدایت بشه و به امام حسین وصل بشه. رسول ترک رو ببینید، عرق خور بود، چاقو کش بود، اینا همه بماند، یه صفت خوب داشت، این یه صفت خوب نجاتش داد. یعنی هر کس در وجودش یه صفت خوب حداقل داشته باشه، همین یه صفت خوب میتونه ناجی باشه براش، به امام حسین وصلش کنه. صفتی که جناب طیب داشت این بود که برای محرم و سفر و سید الشهدا ارزش قائل بود. هر غلطی میخواست بکنه قبل محرم بعد محرم میگه. همین ادب برای عزای ابی عبدالله نجاتش ده. هر رو ببینیم، هر چطور شد؟ هر شد به خاطر یه صفت خوب، ادب کرد در مقابل مادر حضرت سید و شهدای زهرا. وقتی امام حسین فرمود مادرت به عزاد بشینه، خیلی ناراحت شد، اخماشو کرد و هم گفت حسین، کسی جرأت ندارد اسم مادر منو بیاره، منم میتونم جوابتو بدم، ولی چه کنم که مادرت فاطمه است، من به حرمت مادرت زهرا هیچی نمیگم. همین دستشو گرفت. شما بگردید تو جوانهای ما اون حسنه رو پیدا کنید، به جای اینکه مشگیری کنید، دستگیری کنید، به جای اینکه یکی رو هو کنید، با براش هورا بکشید، تشویقش کنید بیاد به طرف امام حسین، به جای اینکه فراری بدید جذب کنید، به جای اینکه آغوشتون بسته باشه آغوشتون رو باز بکنید. برای همینه که مقام معظم رهبری چند بار تالا تأکید کردن جذب حد اکثری. برای همین ای تأکید میکنن موقعیت کنونی افراد رو ببینید، کاری با سابقه شون نداشته باشید. توبه کرده است، آمده است در خونه ابی عبدالله، همینه بگیر. چیکار داری که این پارسال چیکاره بوده، 10 سال پیش چیکاره بوده، الان که اومده جلسه تحویلش بگیری، الان که آمده است تشویقش کنید، یاد بگیرید به جای اخلاق مگسی اخلاق زنبوری داشته باش. والا بلا در بین جامعه ما همه ی آدم ها بد مطلق نیستن، خوب مطلق هم نیستن. ما یه معصوم بیشتر الان در کل عالم نداریم، اونم حجت ابن الحسن است. بقیه تمام ممکن الخطان، نمیگم جایز الخطان، معصوم که نیستن.